دوستان عزیز فیسبوکی من، دکتر ناناز پیرنیا هستم از مرکز مایند تراپی سنتر. بار دیگه با شما هستم، دعوت میکنم لایف با من باشین. برنامه 6:70 AM از رادیو ایران هر سه شنبه 2 تا 3 پخش میشه و من شما عزیزانم دعوت میکنم که با من باشین. بحث های جالبیه امروز در رابطه با مشکلات زندگی زناشویی و به خصوص اثرش روی بچه ها و چند اتفاقی که این هفته در مطبم افتاد با تون صحبت میکنم. با من باشین که لایف بریم رو برنامه 6:70 AM به نام زندگی بهتر. و موقعی که آگهی ها رو میدن چند تا چیز جالب دارم که بهتون نشون بدم در رابطه با روان درمانی و مغز درمانی در مرکز مایند تراپی سنتر. تناز عزیزم، خوش آمدی به برنامه. با هم میریم روی ایر رادیو. مرسی فرشاد. شنوندگان عزیز برنامه زندگی بهتر، دکتر ناناز پیرنیا هستم از مرکز مایند تراپی سنتر و به همراه فرشاد بلندیان عزیز، کارگردان اتاق فنی ما، به همه شما سلام عرض میکنم. دوستان عزیزی که لایو روی فیسبوک با من همراه هستین هر سه شنبه 2 تا 3 قدر میدونم و این برنامه بجز این که لایو روی فیسبوک خواهد موند، بعدن روی یوتیوب هم از امشب خواهد بود و در نتیجه شما اگر بحثی تاپیکی رو علاقمند هستین میتونین روی یوتیوب اگه بزنین دکتر ناناز پیرنیا تمام برنامه ها، سمینار ها و ورکشاپ های من رو هم میتونین دونه دونه نگاه بکنین. تلفن تماس با مرکز مایند تراپی سنتر 310-286-1480 هست و ما در مرکز مایند تراپی سنتر کار روان درمانی، مشاوره زناشویی و خانواده، کار با کودکان، نوجوانان، بزرگسالان، مشکلات مختلف احساسی، رفتاری، یادگیری، مربوط به حافظه، مربوط به چاقی و ادغام کردیم روان درمانی رو به همراه مغز درمانی و به همراه جسم درمانی. امروز تکنولوژی بسیار ادوانس شده و دیگه این مسئله که شما اگر مشکلی خودتون یا بچه ها دارین رو فقط با دارو، با داروهای شیمیایی ماسک بکنین دیگه دورش گذشته و من امیدوارم که تمام کسانی که متخصص علم در رابطه با منتال هلت و سلامت روان کار میکنن، امیدوارم که یاد بگیرن و نیوروساینس و رشته مغزشناسی و مغزدرمانی رو که حلقه گم شده کار روان درمانی و بهداشت سلامت مغز و روانه استفاده بکنن. وقتی که تکنولوژی برای این سلفون های دستی ما اینقدر میبینیم ادوانسه، همین رو ما در رابطه با دانش مغز امروز در اختیار داریم و من سعی میکنم در این برنامه ها بجز معرفی سرویس های ما در مرکز مایند تراپی سنتر، حتما از ایشوا و مسائلی که در مرکز پیش میاد و ما بهشون کمک میکنیم به نوعی جدید رو با شما در میون بگذارم و خیلی موقع ها هم افراد محبت میکنن وقتی که از استفاده از مغزشناسی و جسمشناسی و روان درمانی نتیجه گرفتن زنگ میزنن و از تجربه خودشون در مرکز ما با شما صحبت میکنن. وبسایت من مایند تراپی سنتر هستش، mindtherapycenter.com و اگر دوست دارین که از هر جای دنیا با من تماس بگیریم برای تریتمنت و برای استفاده از دستگاه‌هایی که کمک میکنه به مغز درمانی، کمک میکنه به اینی که هیچ کسی استراب، افسردگی، ADD، ADHD، عدم تمرکز حواس یا کسانی که ایتینگ دیسوردر دارن، مشکل مموری دارن، ما با سرویس هایی که در مرکز انجام میدیم
جلوگیری میکنیم از پیر شدن مغز و در نتیجه اینی که شما در خانواده فراموشی، دیمنشیا یا خدای نکرده الزایمر قرار بگیرین. و اگر کسی هم مشکلی داره، ما میتونیم که این مشکل رو اول به صورت علمی تشخیص بدیم که چه اتفاقی در مغز افتاده و از لحاظ شیمیایی بدن و مغز، از لحاظ ترکیبات نوروترانسمیترها، چه ویتامین ها، امینو اسید و پروداکت های سلامت مثل انزایم ها و در واقع هورمون ها رو به صورت طبیعی مغز لازم داره تا هم خوب کار بکنه، یا اینی که اگر آسیبی خورده و کمبودی داره به صورت طبیعی و بدون استفاده از مواد مخدر بهش کمک بشه. از من سوال کرده بودن که چه کسی باید بیاد به مرکز مایند تراپی سنتر. جواب اینه که همه ما از وقتی به دنیا میایم مسلماً مثل دندون هامون که همه ردیف نیست یا همه درست نیست، یا کسی انفکشن داره یا کسی تورم داره، همون جور هم مغز ما و گات و دل و روده ما احتمالاً میتونه انزایم ها و مواد لازم عالی رو نداشته باشه و در نتیجه به دنیا میایم با یک سری سیمتوم و علائم مشکلات. حالا این مشکلات یا فکریه یا بدنی جسمیه و یا از لحاظ احساسیه. تمام دیاگنوز ها و تشخیص های A to Z کتاب های روانشناسی علامت خوبیه برای اینکه ما بدونیم کدوم قسمت مغز و به چه علت مواد بیوشیمی و اختلالاتش شما اون علائم رو دارید. در نتیجه فرصتی بدین که هر کسی در هر سنی برای اینکه چک بکنیم و ببینیم که مغز از لحاظ نوتریشن کافی داره، اگه نداره اون رو از لابراتوار غیر شیمیایی با یه تست ادرار براتون آماده میکنیم در هر سنی، از کودک تا فرد 130 ساله، و در کنار اون نقشه برداری از مغز رو میکنیم که داستان مغز رو بدونیم. شما داستان همه ارگانهای بدن رو میرین میبگیرین به جز مغز رو، و من دارم این رو اینترودوس میکنم به شما. علم جدیدی نیست، منتها با تحولات تکنولوژی ادوانس شده و به جایی رسیده که دیگه اولین فرم رسیدگی به خودمون اینه که بیایم چند جلسه نورو فیدبک بکنیم که مغز آپتیمایز بشه از لحاظ تمرکز، از لحاظ حافظه، از لحاظ نحوهی که اطلاعات رو در شورت ترم مموری نگه می‌داریم. و بعد خب مسائل احساسی و اموشنالی همش ترکیبات الکتریکی و بیوشیمی مغزه. من راجع به سرویس های سنتر بازم برای شما در آخر برنامه ردیف کردم که همه رو بگم، چون از من خواسته بودین. و فقط قبل از اون باز درد دل مهمی رو دارم در رابطه با چند کلاینتی که این هفته در مطب دیدم و تمامشون برمیگردش به زندگی زناشویی مشکلدار و بعد، و وقتی که پدر و مادرها بچه ها رو پلوی من میارن و میخوان من مشکلاتشون رو درست بکنم، میبینم که نحوه زندگی زناشویی یک زن و مرد چقدر میتونه تأثیر بذاره روی فعالیت و ساختمانسازی و رشد مغز برای بچه هامون و اینکه سلامت روان بچه هامون رو داشته باشیم. و میخواستم که راجع به داشتن زندگی زناشویی موفق یه مقداری شاید سیستم رو از نظر علمی برای شما توضیح بدم و بعد هم توضیح بدم که هیچ زن و شوهری چه با هم اختلاف دارن و چه ندارن میتونن به عنوان دوتا هنرپیشه خوب مادر و پدر خوبی باشن. یعنی زن و شوهری اونها یه مسئله خصوصیه و در زندگی شخصی خودشون مسلماً مسئله است. و من پیشنهاد میکنم بیاین پلوی من مشاوره زناشویی میکنم
ولی مادر و پدری که ما میکنیم میتونه کاملا با رول درست مادری و پدریمون نقش بهتری رو برای بچه هامون و برای سلامت روان اونا داشته باشه. و اینجا میخواستم چند تا مثال بزنم و درد دلی در واقع این هفته با شما بکنم که امیدوارم برای شما مورد استفاده باشه و در هر موقعیتی هستین در رابطه، شاید اگر من توضیحاتی بدم برای روش صحیح زندگی شاید روی شما و زندگیتون اثر بذاره، و اگر هم زندگی سناشوی خدای نکرده به بن‌بست رسیده یا فقط توش دعواست، شاید شرایطی رو عنوان بکنم برای اینی که اجازه ندین اوضاع ناجور زناشویی روی مادری خوب و پدری خوب شما اثر بذاره تا اونجایی که میشه. ما امروز متاسفانه میبینیم که سیستم فامیلی، سیستم زناشویی، سیستم زندگی، خوشحال بودن ما، عشق و محبت دادن ما، همه خیلی سنگین و مشکل شده. و بازم میبینیم که خیلی از روابط زناشویی به هزار و یک علت پر از گرفتاری، دعوا، آشوب، جر و بحث و گاهی اوقات بن‌بست بین اون زن و شوهره. امروز بالای 52% ما موارد در رابطه با طلاق و جدایی و سپریشن رو میبینیم و این آمار کم، آمار شوخی نیست. یعنی میتونیم اینطور بگیم که 52% وقتی جدا میشن، بچه های ما به قدری مجبورن خودشون رو وفق بدن با دو خانه بودن مادر و پدر و با نحوه پدر و مادری متفاوت. همه اینا میتونه اگر درست باهاش زندگی نکنیم و درست روش کار نکنیم، از نظر احساسی و امروز میدونیم در رابطه با مغزشناسی روی رشد صحیح سلولای مغز بچه های ما اثر میذاره و اون پتانسیال، اون پاسیبیلیتی ها، اون امکاناتی که از لحاظ فعالیت درست سلول ها، اتصال درست سلول ها و رشد درست سلول ها رو به جلوی پیشانی گرفتار میکنه. ما از لحاظ روانی، احساسی و رفتاری مدل بچه هامون هستیم و وقتی که زندگی زناشویی گرفتاری داره، روابط و مدلی که اون زن و شوهر نسبت به هم ارائه میدن، بچه ها و مغز اونها و امروز میدونیم سلول های مغز رو گرفتار میکنه و متاسفانه احتمالاً هم تاریخ دوباره تکرار میشه و همون اشتباه ها رو بچه های ما در زندگی خودشون و در روابط بزرگسالی خودشون انجام میدن. چند روز پیش خانواده ای از یک ایالت دیگه برای چند روز آمده بودن که بچه اونا که آتیستیک بود و حرف نمیزد نقشه برداری بشه، چک بشه یورینش و تمام سرویس های ما، دستگاه های ما رو و چند روز تریتمنت های ما رو تجربه کنن و بقیه اون رو ما با وقتی که بر میگردن به اون ایالت براشون انجام میدیم و روان درمانی رو. و خوشبختانه وقتی نقشه برداری از مغز میکنیم، قسمت بالای سر مسئول رفتار حرکتی موتوری ماست و در نتیجه صحبت کردن یا نکردن یا بد حرف زدن یا کسانی که تیک دارن یا کسانی که لکنت زبان دارن، همه مربوط به نحوه ارتباط سلول ها در بالای سره. موقعی که این زن و شوهر با بچه هاشون آمدن برای من، برای یک بچه شون که آتیستیک بود و حرف نمی زد، این مادر و پدر با یک خشم زیادی با هم
بسیار بد با هم حرف می زدن، به هم بد نگاه می کردن، حرفهای همو قطع می کردن، روی هیچ مسئله هم عقیده نبودن، چه برای دیسیپلین، چه حتی برای اینکه برنامه این چند روزشون در لس آنجلس قراره چی باشه و کیو ببینن. با هم بی تربیت بودن، با هم خشمشون رو حتی به صورت فیزیکی گاهی نشون میدادن و واقعا میتونم بگم انرژی اونا تمام سیستم من رو تحت تأثیر قرار گذاشته بود. و چون من انرژی رو پیکاپ میکنم بعد از 42 سال کار روان درمانی، انرژی افراد به تن من میاد و من واقعا اینقدر مستعصل شده بودم که جلسه رو در روز اول ترتیبی دادیم که بچه ها رو کسی نگه داره و فقط و فقط من با این دو نفر صحبت کنم. وقتی که ما اینقدر با هم واقعا تنش داریم، یک زن و شوهر، هیچ وقت فکر نکنین که بچه ها رو من میتونم کمک کنم. برای اینکه مغز انسان تا موقعی که از لحاظ احساسی ثبات نداشته باشه، امنیت نداشته باشه، احساس اطمینان نکنه، عشق نگیره، محبت نگیره و جاش آرام نباشه، مغز از لحاظ فعالیت‌های یادگیری و در واقع احساس امنیت کردن اگر به هم بریزه، اون بچه آمادگی یادگیری یا صحبت کردن رو نخواهد داشت. مغز انسان اول از لحاظ احساسی تامین میشه و بعد به دنبال رشد اجتماعی، فیزیکی، جنسی و رشد عدالتش میره. اینو براتون گفتم برای اینکه بدونین که در کنار عدم امنیتی که روابط پدر و مادر جلوی بچه ها میاره، شما بعداً واقعاً پیبک تایمشون میشه و بعد بچه هایی رو میبینین که از لحاظ روانی، احساسی، رفتاری، اجتماعی، یادگیری، حتی از لحاظ چاقی و هزار مسئله دیگه به یک نوعی متاسفانه این پیبک تایمشون میشه برای کارهای اشتباهی که یک زن و شوهر در رابطه با پدر و مادری شما خودشون انجام میدن. من همیشه میگم که ما میتونیم هنرپیشه‌های خوبی باشیم و مسائل خصوصی زناشویی ما به بچه های ما مربوط نیست، چون خدا رو شکر در اغلب موارد ما پدر و مادرها عاشق بچه هامون هستیم و بهترین رو برای اونا میخوام. من پدر و مادرهایی که میان، اغلبشون مجبور میشیم که با خودشون حتما جلسه بذاریم و از طریق خودشون به بچه ها کمک کنیم، به خاطر اینی که یا ازدواجشون مشکل داره یا زن و شوهر بگیجی رو، مشکلی رو از خانواده اوریجین میارن، یا اینی که از اول مشکلات روحی روانی داشتن و این رو به زندگی زن و شویی میارن و زندگی زن و شویی صدمه میخوره و در نتیجه میاد روی بچه ها. من از شما خواهش میکنم که رابطه پدر و مادری خودتون رو با رابطه ازدواجی خودتون و خشونت و خشمی که شاید در بعضی از موارد تو این ازدواج ها هست قاطی نکنید. دو مطلب متفاوته و من همیشه کمک کردم که زن و شوهرها آروم بگیرن که من وقت داشته باشم به مشکلات بچه هاشون برسم. برای اینی که زندگی زن و شوهر خوب باشه و برای اینی که سازمان یه خانواده خوب باشه، تحقیقی انجام شده اینترنشنال و اومدن 5 اصل مهم رو در رابطه با اینی که چطور زندگی ساختمان یک خانواده میتونه به هم پاشیده بشه
عنوان کردن. اولین مسئله نبودن مکالمه صحیح بین افراد یک خانواده. ما در صدر همه چیز تنها راهی که با هم اتحاد و کامیونیکیشن و ارتباط داریم از طریق صحبت کردنه، و صحبت کردن یعنی اینی که من بتونم خواسته هام و افکارم رو به دیگری بگم بدون اینی که اون دیگری، اون همسر من، لازم باشه که همون خواسته رو یا دوست داشته باشه یا قبول بکنه. همه خواسته ها، همه احتیاجات و همه در واقع مسائلی که برای ما یکی که ما در خانواده مهمه باید مطرح بشه، عقاید مختلف به راه حل درست برسونه. بریم آگهی ها رو گوش کنیم، برگردیم. من 5 المنت داشتن زندگی زناشویی خوب و مادر و پدری درست رو با شما در میون میذارم. با ما باشیم. دوستان عزیزم، این تبلیغ رد لایت ماست، با هم گوش کنین، بعد به شما دستگاه هامو میخوام نشون بدم. اکنون تکنولوژی جدیدی که جایگزین طبیعی لایف و ساکشن است به کمک شما آمده و به وسیله دستگاه نورو رد لایت در عرض 20 دقیقه چندین اینچ را بدون دارو، درد و عوارض جانبی از دست می دهید. این واقعا حقیقت داره و دیگه ما هممون با استفاده از رد لایت میتونیم حقیقتاً سلول‌های بدن رو بهش قدرت بدیم، انرژی بدیم، بازسازی کنیم، خستگی مفرط رو بگیریم، اکسیژن و گردش خون خوب بشه، و به همین علته که سلول‌ها وقتی حالشون خوبه خودشون اتوماتیک چربی رو از این سلول‌ها بازپس می‌کنن و ما آب زیاد می‌خوریم، ما رژیم درست، غذای درست می‌خوریم و کمک میکنیم که نه تنها اینچ کم بکنیم، بلکه به خاطر اینفراد ردی که در این دستگاه هست که توش میرین به صورت تنکه، سلول ها پوست رو هم بازسازی و جوان سازی میکنه. من امروز اولا خوش آمد میگم به ترناز عزیز، فرشاد، آرمین عزیز و همه دوستانی که با ما هستین، و چند تا چیز رو میخواستم اول براتون بگم. یکی این که یادتون باشه به عنوان کادو برای هر فامیلی که دارین یه دونه این دستگاه الفا رو میگیرین. این روی گوش میره، من رو دارم یه دقیقه، این دوتا کلیپا میره روی گوشمون از بچه 2 ساله تا فرد 130 ساله. موقعی که این رو گوش میذاریم و دستگاه رو روشن میکنیم، این ماساژ گرما میده و این گرما و هیت یه مایکروکارنت انرژی بین سلول ها ایجاد میکنه و باعث میشه که بالانسی بین نیمکره راست که نیمکره دیپرشن هست، که نیمکره استرس هورمون ها و دلشوره ها و ایجاد اون پویزن و کورتیزول در مغزه، بالانسی ایجاد میکنه بین اون و نیمکره راست که میتونه اوپیود و مواد آرامبخش مغز رو ریلیس بکنه. من وقتی که مهمون دارم شوخی میکنم با مهمونامون و میگم که بیاین یه لیوان شراب بخورین. این درست کار یک لیوان شراب و بعد 2 و 3 لیوان و بعد یواش یواش به صورتی میشه که میتونیم به خواب عمیق بریم. این درست مثل داروی خواباوره، به جای اینی که داروهای شیمیایی خواباور که شما رو پس اوت میکنین، بیهوش میشین و نمیخوابین استفاده کنین، از دستگاه الفاستیم میتونین استفاده کنین. اگر کسی الکولیکه، اگر کسی مواد مخدر برمیداره، داروهای شیمیایی که سست بشه و بخوابه اگه برمیداره، به جای همه اونا درست همون اوپیودزی که این مواد و الکل ایجاد میکنه ما به صورت طبیعی میتونیم وارد مغز خودمون بکنیم بدون هیچ اشعه، بدون هیچ عوارض جانبی.
در ذهن به خاطر اینکه این انرژی بالا میره در مغز ما، کمک میکنه که حافظه ما بین 30-50% بهتر بشه، افسردگی و دیپرشن رو لیفت میکنه، انگزایتی و استراب رو لیفت میکنه و اگر مدت طولانی بذاریم به خواب عمیق میریم. برای کسانی که مثلا بچه هامون که مدرسه میرن، اگه شب قبل که امتحان دارن اینو بذاریم، روز بعد استرابشون پایینه و مقداری که حافظه میتونه اطلاعات و امتحان رو برداره خیلی بیشتر از اون میشه. و در ضمن چون میتونه جلوی EMF این الکترونیکس رو بگیره، بسیار کمک میکنه به افراد که انواع سرطان ها رو ما نگیریم و این برای من بسیار ساید افکت خوبیه، چه برای خودمون چه برای بچه هامون که بی نهایت درگیر الکترونیکس هستن. این خوبی های دیگه ای هم داره، اگر که کسی سردرد داره، از اون لحظه ای که سردرد شروع میشه اینو رو گوشش میذاره تا اینی که سردرد از بین بره، برای اینکه سردرد بلاک در واقع گردش خون و اکسیژنه و این کاری که میکنه این روابط رو بین نیمکره چپ و راست به صورت مایکروکارنت انرژی ایجاد میکنه. یادتون باشه گیفت خوبیه برای هر کسی تو خانواده یه دونه داشته باشه و همه افراد خانواده به نوبت میتونن از دستگاه الفا استفاده بکنن. پروداکت دیگه‌ای که من همیشه به شما پیشنهاد کردم به نام برین تپه و ببینین تکنولوژی به کجا رسیده که ما ادغام میکنیم نور درمانی با ساوند، با موزیک، با موشن و با هیپنوتراپی. این در واقع برای دوستانی هم که خارج از لس آنجلس هستن یه موقعیت بسیار خوبیه که من براشون اینو میفرستم و ما بیش از 500 تا آپشن روی این اپ تلفنتون میذاریم که هر کدوم برای هر موضوعی که شما باش مشکل دارین. اگه یکی استرس داره، اگه یکی ADD داره، اگه یکی کسی نمیخوابه، اگه یکی میخواد فقط مدیتیت کنه، اگر یکی کسی میخواد سلف هیپنوسیس یاد بگیره، انواع و اقسام مسیج به صورت هم صوتی، کلامی و هم نور و موشن و موزیک در این اپ گذاشته شده. لطف بکنین اگر دوست دارین همیشه میتونین با من تماس بگیرین یا سوالاتتون رو برای من بفرستین که من به شما بیشترم توضیح بدم. ولی موقعی که این دستگاه ها رو من با شما حرف میزنم و تصمیم میگیریم که خریداری کنین، همیشه من وقت میذارم که برای تک تک افراد خانواده ببینم که چه چیزی برای کی مؤثره. ولی یادتون باشه که مغز ما احتیاج به رسیدگی داره و این که شما فکر بکنین که من وقتی مریضم باید بیام پلو دکتر پیرنیا خیلی فکر اشتباهیه. ما وقتی که خوبیم قراره بیایم پلوی دکتر پیرنیا که مغز رو نذاریم صدمه بخوره، نذاریم با استرس خدشه بگیره، بدونیم مواد شیمیایی و آلی که واقعا لازمه چیه از طریق تست ادرار و لابراتوار غیر شیمیایی از دکتر پیرنیا بگیریم، چند جلسه ورزش برین رو انجام بدیم که مغزمون همیشه اپتیمایز بشه. شما وقتی که میرین دنتیست، میکشور کنم که رو رادیو بر نمیگردیم، شما وقتی که میرین دکتر دندان پزشک از کودک برای این نمیرین که مشکلی دارین، برای این میرین که مشکلی پیدا نکنین. همونم برای رجوع به منه که شما اول ببینین وضع مغز چیه، وضع گات چیه، اگر که آلرژی دارین، اگه بی خودی چاق میشین، اگه نمیخوابین، هر سیمتومی که میبینین یه دلیلی داره، بخواین که دلیل رو بدونین. و اگر که سیمتوم رو نمیبینین
میخوایم که فقط ما رسیدگی بکنیم که همونطور که دندون رو تمیز میکنین به مغز خودتون برسید. حالا برگردیم. این تبلیغ رد لایت به انگلیسی. اگه الی هستین تو رو خدا بیاین این رد لایت رو امتحان بکنین. ما 6 جلسه رو گذاشتیم $360. بریم سر یه مقداری نحوه انسان زندگی کردن و با هم زندگی کردن، برای اینکه این خیلی مشکل ساز شده در این دوره استرسفول تکنولوژی و زندگی ها و فشار ها، و دیگه به بچه هامون باید بیشتر مدل بهتری براشون باشی. فرشا جو ما آماده ایم. دوستان عزیز برنامه زندگی بهتر، دکتر ناناز پیرنیا هستم و باز هم خوش آمد میدم به شما و دوستانی که رو فیسبوک منو دنبال میکنین. اگر دوست دارین رو فیسبوک لایف، برای اینکه موقعی که آگهی ها میشه من کلی از خبرهایی که تو مرکز تو مطبم میگذره و تمام دستگاه ها رو هی نشون همه میدم، و همیشه میتونین رو فیسبوک هم اگه بگین که برای رادیوه، من حتما شما رو کلیک میکنم که دوست من بشین. تحقیق شده در رابطه با اینی که 5 اصلی که میتونه ساختمان سازی یک زندگی و خانواده رو به هم بریزه و در نتیجه رو بچه هامون اثر بگذاره چیه؟ مسلماً اولش نبودن اون مکالمه ایه که همه احتیاج داریم بهش، همه باید شنیده بشیم و همه باید به خواسته های ما رسیدگی بکنن، و این مسئله ایه که خودش یه بحث جداییه که شاید یه روز راجع به کمیونیکیشن من دفعه دیگه شاید با شما صحبت کنم. دومین عامل همبستگی فامیلی و پشتیبان یکدیگر بودنه. زندگی اینقدر مسئله داره، مشکل داره، که اتحاد و همبستگی فامیلی و خانوادگی باعث پشتگرمی همه اون زن و شوهر و بچه هاشون میشه. سوم، دادن عشق و محبت بین افراد خانواده است. محبتی که منظور من هست محبت مخصوص و بی‌دریغه که صمیمی باشه، اعتماد و احترام توش باشه، و اون زن و شوهر اولین رأس خانواده هستن برای اینی که این احترام رو به هم و به بچه هاشون نشون بدن. معمولا زن و شوهرهایی که خیلی دعوا میکنن، بچه هاشون هم میبینیم، خواهر برادرها هم با هم خوب نیستن، و همون رابطه مریض رو بین بچه ها میبینیم. بچه ها آنچه که ما رفتار میکنیم کپی میکنن، نه آنچه که ما فقط راجبش حرف میزنیم. چهارم خیلی برای من مهمه، ایژوکیشنه. اهمیت به این که ما دانش بگیریم، آگاهی بگیریم و معلوماتمون رو بالا ببریم و که بیشتر همدیگر رو بفهمیم. ما بخوایم بدونیم در مورد نحوه ازدواج خوب، پریماریتال کانسلینگ کنیم، بدونیم با کی باید ازدواج کنیم، قانونای بچه داری رو، علمش رو بخونیم و یاد بگیریم، و اگر مشکلات و یه توبره مریضی و روانی و روحی و ناراحتی و عقده از خانواده اولمون داریم، راجبش بدونیم، بخونیم و بیایم از دکتر پیرنیا کمک بگیریم که اون مشکلات روحی روانی رفتاری شخصی من وارد زندگی مشترکم نشه و روی بچه هام نیاد و تاریخ دوباره تکرار نشه. پنجمین عامل، وجود یک ایمان و اعتقادات و ارزش‌های اخلاقی هستش. مهم نیستش که پیغمبر کیه، کدوم خدا، مهم اینه که ما در داخل خودمون آرامشی رو داشته باشیم، بتونیم یک دعا و مناجات عمیق بکنیم،
بتونیم با خودمون خلوت کنیم و بتونیم قدرت شکرگزاری و قدردانی و اون سپیریچوالیتی رو و گراتیتود و تشکر رو در خونه به هم و به بچه هامون نشون بدیم. و خیلی جالبه که موقعی که ما شکر گذاریم، ما ممنونیم، ما این احساس رو نمیدیم که همه به ما بدهکارن و یا ما از همه طلبکاریم و خلاصه بد اخلاق نیستیم. این شکر گذاری، این قدردانی، این محبت، این کایندنس باعث ترشح‌های خوب هورمون‌های خوشحالی در مغز میشه در نیمکره راست و جلوی ترشح بد هورمون‌های استرس‌زا، کورتیزول رو که خیلی پویزن و زهرماره در مغز ما خونسا میکنه. ما شاید به خاطر تکنولوژی، به خاطر اینی که زن و شوهر هر دو کار میکنن، به خاطر اینی که همه بیشتر تغییر کرده زندگی و نحوش و با مال ایران فرق میکنه، سیستم زناشویی و خانوادگی امروز دچار یک تحول بزرگه. در این حال مغز هر کدوم ما هم در هر سنی که هستیم دچار یک تحول بزرگه. در نتیجه ما در یک چند سال کاملا کیاس پر از اختشاش، چه در مغز و چه در محیط و چه در خونه دچارش هستیم. در نتیجه من امیدوارم که شما زن و شوهرها، شما دو نفری که مسئول سلامت یه خانواده این، مشکلات شخصی خودتون رو به من رجوع کنین، با هم حل کنین. رابطه شما اگر خوب نیست یا یه چاره‌ای پراش پیدا بکنین یا بیاین برای مریج تراپی، ممکنه من بتونم تولز خوبی به شما بدم و یا جدا بشین. ولی اگه تصمیم میگیرین با هم بمونین، باید عادلانه، عاقلانه و با محبت و با صبر به بچه هاتون برسین. شما اجازه ندارین خشونت، عصبانیت و ناآرامی های خصوصی رابطه زناشویی خودتون رو وارد زندگی خانواده بکنین. شما پدرین، شما مادرین. رول پدر و مادری خودتون رو به هیچ وجه منفی بازی نکنین. اگر میخواین منفی بازی کنین، با هم نمونین که دو تا آدم جدای خوشحالتر بتونن با رول مثبت مادر خوب و پدر خوب باشن. هر دو با هم مشکل ساز میشه. بعد بچه هاتون رو باید بیارین پلوی من. یه کمی فکر کنین به 5 عامل ازدواج موفق. ببینین کجاش خرابه. هر کدوم از این آوتلت ها که خرابه، رفته رفته به بقیه اثر میذاره. 1. عشق و محبت بین زن و شوهر. ببینین که آیا دوست دارین طرف و عاشقشین، میتونین محبت بدین و بگیرین. عشق و محبت و توجه مخصوص یکی از عوامل یک ازدواج موفقه. 2. احترامه. احترام به هم گذاشتن. احترامم فقط مزوج این نیستش که مؤدب باشین، درست حرف بزنین. احترام یعنی اینی که احترام بذارین به طرز فکر، به خواسته و به عقاید طرفتون. موضوع این نیستش که هم عقیده باشین. احترام لزومن یعنی این نیستش که هر چی شما میخواین باید انجام بشه. احترام یعنی اینی که هر چی هم شما نمیخواین باید به یک نوعی با مکالمه مطرح بشه و به یک نوعی انجام، به یک راه حل برسه. 3. مکالمه است. راجبش حرف زدیم. خشونت، حالت دفاعی گرفتن، بی تفاوت بودن، خشم داشتن جلوی مکالمه درست رو میگیره.
آقا جان شما بیاین وقتی یه کسی یه چیزی میگه همسرتون، گوش کنین، صحبتی که میکنه یه دور تکرار کنین هر چقدر که دوست ندارین، و بعد بگین که مشکلتون کجاست، کجای کار خرابه، و انقدر با هم سر و کله بزنین، نگوشییت کنین، کوتاه و بلند بشه این موضوع تا اینی که به راه حل برسه. چهارم، رابطه زناشویی بدون روابط جنسی فایده نداره. علت اصلی که ما مزدوج هستیم اینه که با هم از طریق سکس هم مکالمه نزدیک داشته باشیم، سکسی که مداومت داره و به نوعی که برای هر دوی شما قابل قبول اجرا میشه. و پنجم، وجود اعتماد و اطمینان بین یکدیگر هستش. نمیتونم بهتون بگم که چقدر این اعتماد و اطمینان شاید یکی از محورهای اصلی یه زندگی هپی زناشوییه. برای اینکه ما وقتی به هم دروغ میگیم، وقتی چیت میکنیم، وقتی قول میدیم زیر قولمون میزنیم، وقتی هوای یکدیگر رو نداریم، به هزار و یک علت همسر ما دیگه حالش خوب نیست، و وقتی به هم میریزه، خشمگین میشه، عکس العمل نشون میده، شروع دشمنی و جنگ میتونه باشه. یکی از مسائلی هم که خیلی مطرحه توی زناشویی و بین افراد به طور کلی، 40% کسایی که زن و شوهر میان پلوی من برای مشاوره، همیشه گلشون اینه که همسرم منو خیلی کنترل میکنه. این حرف اصلا صحت نداره، برای اینی که اگر من در کنترل کامل باشم از لحاظ رفتارم، از لحاظ خواسته هام و اینکه انجام کار بدم، مسئولیت بردارم، عاقبت کار رو فر بکنم و تصمیمامو بگیرم، اگر من 100% کنترل داشته باشم روی رفتار و افکار و خواسته هام، هیچ کسی نمیتونه منو کنترل بکنه. در واقع وقتی من احساس میکنم که کسی داره منو کنترل میکنه، وقتیه که من یه جایی کنترل ندارم و یه جایی کم میارم یا یه جایی دارم اشتباه میکنم. به طور کلی بحث در رابطه با این مسئله خیلی عمیقه، خیلی مهمه، و ما دو مشخصه مهم داریم تو زندگی، یکی این که هوای یکدیگر رو داشته باشیم و یکی اینی که با هم عشق و محبت و روابط نزدیک داشته باشیم. هیچ کسی مجبور نیستش با هیچ کس زندگی بکنه. زندگی کوتاه، زندگی یک هدیه است، و زندگی خوب کردن وظیفه یکی ماست. ما نباید محکوم باشیم، ما نباید احساس بکنیم که زور بهمون میاد. ما به دنیا آمدیم که یک در واقع بوم نقاشی سفید رو قشنگ رنگ کنیم. تو رو خدا بیاین که اجازه ندین خشم و عصبانیت و دلگیری و غیره روی شما و بعد روی بچه ها و متاسفانه تکرار دوباره اون رابطه مریض از طریق بچه هامون به وجود بیاد. وقتی که زن و شوهر با هم مشکل دارن، متاسفانه هر کدوم از این عواملی که گفتم من فرق نمی کنه، هر کدوم که مشکل باشه مثل دامینوز افکت میذاره و شروع میشه بهانه گیری ها و اختلاف ها. اختلاف ها 11 جور میتونه خودشو نشون بده. اختلاف دینی، اختلاف فامیلی، اختلاف سر بزرگ کردن بچه ها، اختلاف مالی، اختلاف عقیده، حتی سر اینی که کدوم مسافرت رو بریم، چه تفریحی بکنیم، اختلاف سر دوستان، معاشرت ها و اختلاف کار. زندگی حل مشکله، و اگر زندگی زناشویی بخواد به این باشه که به جون هم بیفتیم، فقط باعث دربدری، گرفتاری زیاد، عدم امنیت و اختلاف میشه. من به شما پیشنهاد میکنم که در مرکز مایند تراپی سنتر اگر مشکلی رو میبینین، چه در رابطه با مسائل زناشویی
چه در رابطه با بچه ها و چه در رابطه با مشکلات خصوصی خودتون، اگر مود دیسوردر دارین، اگه بایپولار، اگه بچه ها یا خودتون ADD دارین، اگر استراب، افسردگی، آتیزم، اسپرگر، سکیزوفرنیا، تمام این A to Z کتاب های روانشناسی برمیگرده به اینی که ما به صورت واقعا ابدایی و منحصر به فرد تشخیص بدیم که علتش چیه. و چون من موفق هستم که مغز درمانی رو با روان درمانی ادغام بکنم و در رابطه با هر دوش تخصص دارم، موقعیت بسیار مهمیه برای اینی که شما بتونین از تکنولوژی های جدید مغز برای داشتن ثبات و مغز خوب هم استفاده بکنین. ما همیشه در کار رواندرمانی از اولی که شروع کردیم در رشته روانشناسی، میدونین که ما خودمون هم ساعتها باید رواندرمانی میشدیم قبل از اینکه دکترا بگیریم. و خیلی جالب بود که این هدف این رواندرمانی یاد دادن به ما بود به اینی که به خودمون عشق داشته باشیم، سلف لاف. یعنی کسی که عاشق خودش نیست، خودشو دوست نداره، هیچ فایده ای نداره و دیگران رو نمیتونه دوست داشته باشه و به بچه هاش نمیتونه یاد بده که ارزش برای خودشون داشته باشن و خوشحال باشن. عشق به خود، داشتن کنترل به اعصاب و رفتار، داشتن اعتماد به نفس، داشتن مواظبت کامل از خود برای اینی که صدمه نخوریم و ارزش قائل بودن برای خود، تجربه هایی که ما در رشته روانشناسی تا دکترا یاد گرفتیم و من اینو به شما یاد میدم. بیاین سازنده باشین، سرافراز باشین. اگر کسی جیغ زد بگین بعدن صحبت میکنیم. اگه بچه ها حالشون خوب نیست، درد دلشون رو گوش کنین، بی اعتنا نباشین، در دینایل و در واقع یک حالت این که انکار بکنین، واقعیت رو ندین. هممون سزاواریم که احساس بکنیم که خوشبخت باشیم، احساس بکنیم که دیزرو میکنیم و باید دنیا رو دنیای قشنگتری بکنیم که از داخل خانواده میاد. من باز دکتر ناناز پیرنیا هستم از مرکز مایند تراپی سنتر. شماره تماس 310-286-1480. طبق معمول برای کنترل وزن و برای از دست دادن وزن اضافه و نداشتن تورم و برای اینی که دیابت نوع دوم و مشکلات دیگه شما از لحاظ حافظه، احساسی و بدنی درست بشه، ما پکیجی رو برای استفاده از رد لایت و دستگاه لیمف برای 6 جلسه $360 و دوباره من به 20 نفر اولی که زنگ بزنن این سپیشل رو میدم، چون خیلی مورد در واقع استقبال شما قرار گرفته. دکتر ناناز پیرنیا هستم، 310-286-1480. و تا برنامه آینده مواظب مغز خودتون باشین و آرزوی همه خوبی ها رو براتون دارم. روزتون بخیر. مرسی خانم دکتر، خسته نباشید. فرشاد جان مرسی عزیزم. تشکر، خیلی ممنون. دوستان عزیزم مرسی که برنامه رو گوش کردین. تا برنامه هفته آینده روزتون خوش.